انقدر فضولی نکن تو کار دیگران، انقدر دخالت نکن تو کار دیگران. چرا توی یه پروژه قرار میگیری، حالا کار تئاتر میخواد باشه یا کار سینما میخواد باشه، توی یه پروژه قرار میگیری هی نشستی ببینی اون چی کار داره میکنه، راجع به اون نظر بدی، راجع به این نظر بدی، طراح صحنه داره چی کار میکنه، گریمور داره چی کار میکنه، نمیدونم کارگردان چی کار میکنه، اون یکی بازیگره داره چی کار میکنه. اینو اگه این کارو کنیم بهتر، ول کن بچسب به کار خودت، کار خودتو درست انجام بده. اگه کار خودتو درست انجام بدیه که اتفاق خوبی میفته. همه فوکوس ذهنتو، همه تمرکزتو بذار رو کار خودت. دوستان سلام، خیلی خوشحالم که اینجا توی این کانال در خدمتتونم. توی این ویدیو یک سری مبانی و یک سری نکاتی رو میخواییم صحبت کنیم در خصوص بازیگری که هیچ جایی به شما نمیگن و هیچ جایی نگفتند، چون خود اساتید ما هم نمیدونند، چون با این فرهنگ ایرانی، با این فرهنگی که ایران داره، بازیگرهای ما اصلا به این نکات فکر نمی کنند. اگر که وارد رشته بازیگری شدید، یه دوره‌ای دیدید، آموزش‌ها رو دیدید، حتما همه جا دیدید، هر جا وارد میشید میخواین یاد بگیرید، اول از همه بهتون میگن اینا نرمش‌های بیانه، تمرینات بیانه، چه میدونم آ ا ا ای او او، اونا هم تمرینای بدنه، حالا نرمش‌های بدن. یه بخشی هم حالا وجود داره، بخش تخیله، که خیلی 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 کم در موردش همیشه صحبت کردم. یه سری تمرینات حالا فضاسازی و تخیل و اینها وجود داره که قطعا دیدی اونا چیه. ولی ما اینجا با این ستا مسئله، با این ستا مبحث کاری نداریم، اینا رو بذار کنار. من میدونم که تو اینا رو میدونی و تجربه کار هم شاید داشته باشی، شاید نداشته باشی، ولی یه سری نکته های طلایی میخوام بهت بگم که توی یه پروژه چطوری موفق‌تر پیش بری، چطوری اون نقش رو بهتر بازی کنی، چطوری کارتو بهتر و قشنگتر و درستتر انجامش بدی. ببین، اولین نکته اینه که تو هنرمندی، تو داری یک خلقی انجام میدی. وقتی که داری یک خلقی انجام میدی، حالا یه چیزی هم بگم، یه سوالیش پیش اومده بودش، دو تا سه تا دوستان توی اینستاگرام به من پیام داده بودن، گفتن اینکه آیا بازیگر هم خالقه؟ آیا بازیگر رو هم ما میتونیم هنرمند ببینیم با تعریف هنره یا نه؟ اینو هم همینجا بهت بگم که آره، هنرمنده، نه بازیگر ایرانیه. بهت میگم چرا، یعنی دلیلش رو تا آخر ویدیو خود متوجه میشی چرا بازیگر ایرانیه هنرمند نیست. ولی بازیگر، اصلا این بحث اکتورز توی تمام جاهای دنیا، بله هنرمنده، هنرمند. چرا؟ چون داره خلق میکنه. حالا یه بحثی که اینجا پیش میاد، خب وقتی داره خلقی انجام میده، اون خلقه پس کارگردانه چی میشه؟ فیلمسازه چی میشه؟ یه کارگردانه تئاتر چی میشه؟ پس خب اونم که داره خلق انجام میده، درسته؟ بازیگر جزئی از یک کله، یعنی وقتی یک تئاتر داره کار میشه یا یک فیلم داره ساخته میشه، فیلم کله، خالق اون فیلم، خالق اون تئاتر کیه؟ کارگردانه. بهتر اثر برای کیه؟ برای کارگردانه. یه بخشی از اثر، حالا بحث مادی اثر، برای تهیه کننده است، اون به کنار، کاری با اون نداریم، برای خالق اثر کارگردان است. یه خلق جزئی ما داریم، حالا جزئیه، نه اینکه کم باشه، ولی جزئی از این کل است، اونم بحث بازیگره. بازیگر داره خلق میکنه، داره اون نقششو، اون تنپوشی از اون کارکتریو که میخواد بازی کنه رو داره خلق میکنه. خب اونجا خلقش خلق جزئی هستش توی اون کله، ولی در کل هنرمنده، به دلیل اون خلق کردنش، به دلیل اینکه اون هم یک خالق کوچکی توی اون کله است. درسته، باید ببینه کارگردان چی میخواد. اولین نکته، آقا یا خانم بازیگر، ببین کارگردان دقیقاً ازت چی میخواد. اول از همه ببین کارگردان میگه چی کار کنی با این نقشه، بهت میگه چجوری پیش بری، چجوری بسازی این نقشه رو، این کارکتریو که میخوای بازی کنی و چجوری بسازیش. ببین کارگردانه چی میخواد، ببین اول و آخر اثر، اون کار، اون فیلم یا اون تئاتر برای کارگردانه. تو، توی بازیگر ممکنه فکر کنی که کارگردانه داره اشتباه میکنه، اگه این کارو کنه بهتر میشه، اگه اون کارو کنه، از این فکرایی که همیشه میاد تو ذهنمون توی پروژه هایی که میریم. نه، اینا رو بذار کنار.
درست یا غلط، خوب یا بد، کار کارگردانه. وقتی کار کارگردانه، هر آن چیزی رو که میخواد و اول از همه درکش کن، بفهم چی میخواد، بفهم که چه انتظاری از تو داره توی اون کار. خب وقتی که اون رو درکش کردی، حالا اینجا یه پرانتز من یه چیز برات تعریف کنم، خیلی جالبه. سال فکر کنم 92-93 بود، سر یه پروژه تئاتری من بودم، کار خودم بودش، پروژه خودم بود. ما اونجا با یه بازیگرشم کار میکردیم که یکی از اون بازیگرهای کار یه جایی هی نظر میداد که نه من این کار کنم، اون کار، هی نظرهای عجیب غریب. بعد یهو یه جایی گفتش که نه شما اصلا به حرف من توجه نمی کنید که من میگم مثلا این کار رو بکنم فلا اینا، و این کاری که شما میگی شاید اشتباه باشه، قشنگ نمیشه فلا اینا. بهش یه چیزی گفتم، گفتم ببین اون چیزی که من دارم بهت تو کار میگم این درسته، درست اینیه که من دارم بهت میگم، نه اون چیزی تو فکر میکنی. حالا یه نکته جالب، اون لحظه اون آدم احتمالا فکر کرده که من اینقدر مغرورم که من دارم میگم من عاقلم، یا من چه میدونم اینقدر عاقلم که من میدونم درست غلط چیه. نه، بحث من این بودش که درست یا غلط نداره، اگرم قراره اشتباه کنم کار خودمه، میخوام اشتباه کنم، من اینو میخوام. هیچ وقت تو نمیری مثلا به یک نقاش بگی چرا داری این بک‌گراند این چه میدونم این نقاشی رو زرد میکنی، اینو قرمزش کن قشنگ‌تر میشه. تو نمیری اینو بگی، اون میخواد زرد کنه، حتی اگر اشتباهه اثر برای اون آدمه، اثر برای اون هنرمنده. پس این نکته رو داشته باشید. حالا خیلی جالبه، میگم اونجا قطعا من میدونم که این موضوع پیش اومده بود که احتمالا علی رضوی اینقدر مغروره که فکر میکنه که میگه اون چیزی که من میگم فقط درسته، ولی موضوع اینه، نه، موضوع اینجاست که من دارم میگم کار منه، میخوام اشتباه کنم، کار منه، میخوام اینجاشو قرمز کنم، میخوام زرد کنم، آبی کنم، هر رنگی بخوام میخوام تو این کاره بکنم، چون خالقش منم. اگر بد بشه کی اشتباه کرده؟ توی مخاطب میری کارو میبینی، میای اون تئاتر رو میبینی بد شده، کی اشتباه کرده؟ خب کارگردان اشتباه کرده دیگه. تو نمیگی مثلا اون بازیگر چرا اشتباه کرده، باز اول آخر مسئولیت کل پروژه رو دوش کارگردانه. پس آقا و خانم بازیگر درک کنی موضوع رو، ببین سعی کن عمیقا درکش کنی. ممکنه این مسائل خودمون هم بدونیم، ولی این که درکش کنیم و سعی کنیم که توی رفتار حرفه‌ایمون، توی کار حرفه‌ایمون اجراش کنیم و اعمالش کنیم، این مهمه. پس درکش کن. آقا من بازیگر سر یه پروژه میرم، اولی نکته ببینم کارگران چه انتظاراتی از من داره، ببینم چی میخواد از من. دومین نکته، انقدر از خودتون هی نگید، انقدر هی خودتون رو بررسی نکنید که من نمیدونم اینطوریم، من اونطوریم. ببین چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، تو یه بازیگر باید ببینی کارگردانت چه روحیه‌ای داره، باید ببینی اون کارگردانت چه اخلاقیاتی داره، چه رفتاری داره، تو باید با اون مچ بشی، تو باید با اون کنار بیای. حالا اینکه یه بخش مدیریت داره کارگردانه که خود کارگردان باید روانشناسی بدونه، باید بتونه هندل کنه گروهو، بتونه گروهو مدیریت کنه، اون بحث کاملا جداست، اون درست، بله کاملا هم درسته. ولی توی بازیگره باید ببینی کارگردان چه روحیه‌ای داره، چه اخلاقی داره، چه رفتاری داره، تو باید با اون مچ بشی، تو باید با اون کنار بیای، نه اینکه کارگردان با تو کنار بیاد، نه اینکه کارگردانه بخواد بهش بکن با تو کنار بیاد، 10 تا بازیگر دیگه، 20 تا بازیگر دیگه مثل تو هم توی اون کار هستن، با 20 تا بازیگر مختلف با روحیه و اخلاقیات مختلف بخواد کنار بیادش، بخواد چیز بکنه، نمیشه که. پس توی بازیگره باید درک کنی و بدون اون کارگردان چه روحیات و اخلاقیاتی داره، باید سعی کنی باهاش مچ بشی، باید سعی کنی باهاش کار، وقتی داری باهاش کار می‌کنی بفهمیش داره چیکار می‌کنه. اگر بفهمیش، اگر باهاش مچ بشیه که کارت هم کاره ادامه پیدا میکنه، هم هی قشنگتر جلو میره، هم بهتر میشه کاره. یه وقتی هم از تو میبینی نمیتونی با کارگردان مچ بشی به هر دلیلی، اصلا اون کارگردان دیوانه است، روانیه، نمیشه باهاش کار کرد، خب قرار نیست داری حتما باهاش کار بکنی که. این نکته دوم و نکته طلاییه واقعا، درکش کن، ازت میخوام درک کنی. ببین خیلی موضوع مهم، موضوعاتی مهمیه، در همین بخورم دارم هرس میخورم میگمشون، میخوام درکش کنی عمیقا، اصلا ساده نگذر ازش، اصلا اینجوری نباش که حالا که چی مثلا درک نکردم حالا چی، یا اصلا
به من چه اصلا چه انتظاراتی کاری آدمه، نه همین چیزاست که اون کمک میکنه اون کار رو قوی تر بسازه، کمک میکنه تو نقشت رو بهتر بازی کنی، با حال بهتر کار کنی، خوشحال باشی، لذت ببری سر اون کار. نکته سوم، نکته خیلی خیلی مهم، یه نکته‌ای که به شدت باز نه تنها بازیگرای ما تو ایران بلکه بقیه نقش‌ها و سمت‌های مختلف هم توی کارها پروژه‌ها این مشکل رو دارن، اینه که آقا درک کن چی کار داری می‌کنی. من رفتم سر یه پروژه‌ای بازیگر این کارو هستم، خب قرار نقش مثلا چه میدونم نقش دکتری بازی کنم که داره فلان کارو انجام میده، خب وقتی دارم این نقش بازی می‌کنم درک کنم که من اون دکترم و دارم اون نقش رو بازی میکنم، به من ربطی نداره که اون یکی بازیگر داره چی کار میکنه، به من ربطی نداره کارگردان داره چی کار میکنه، چجوری میزانسن میده، چجوری بازی میگیره، چجوری بازی میسازه، اصلا چه اتفاقی داره، به من ربطی نداره گریمور داره چی کار میکنه، گریمور اصلا صورت ما رو خراب بکنه، اون وظیفه کارگردان و منشی صحنه و مدیر صحنه و اینهاست که پشت صحنه حواسشون هستش که گریمتو خراب چه درست شده. همه تمرکزتو بذار رو کار خودت، همه تمرکزتو بذار رو کار خودت، فقط رو کار خودت فکر کن، فقط ببین من برای خلق این نقش خودم باید چی کار کنم. ببین حتی اگر اون کارگردانه نظرتو نپذیره، نظرتو نخواد، اگر اون کارگردانه انتقاد پذیر هم نباشه، باز اگر تو همه تمرکز ذهنیتو بذاری رو کار خودت، رو نقش خودت، خب قطعاً اون هم میپذیره ازت، اون هم باهات پیش میره. یه موضوع دیگه که من خودم تو کارهام به شدت دارم، میگم آقا حرف اضافه نزن واسه کار هیچ کس، دخالت نکن، حرف نزن، فقط راجع به کار خودت. ولی یه جایی خیلی ارزش قائلم واسه حرف عادت، تک تک اون نقش ها تو کارام، اونم اون جایی که هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. میبینم مثلا فاصله بین دو روزه که حالا بین دو تا تمرینه بازیگره رفته اومده، میاد با هم میشینه حرف زدن که ببین به نظرت مثلا من اینجای نقشم و این کار رو بکنم، به نظرت من اینو اضافه بکنم به خودم، به نظرت اینو کمش بکنم به خودم، و چطور میشه من اینجا واقعا لذت ببرم. حتی اگر از پای مخالف هم باشم با کارهایی که داره بیکنه، ایده هایی که داره راجع به نقش خودش میده، ولی واقعا لذت ببرم، یعنی گوش میدم، فکر میکنم به ایده هاش که به درد نقشش میخوره یا نه، و خیلی جاها ممکن ازش الهام بگیرم حتی توی اون بازی که میخوایم با براش بسازیم. پس اگر تمرکزت رو کار خودت باشه، اگر اون کارگردانه هر چقدر نظرتو نپذیره، انتقاد پذیر نباشه یا هر چی باشه، مطمئن باش کنار میاد باهات، مطمئن باش اصلا لذت میبره، اون انرژی که تو داری واسه کار خودت میگذاری. موضوع چهارم، نکته چهارم اینه که توی بازیگر یه چیزی رو باید بدونی. ببین من یه جایی گفتم که کارگردانه، فیلمسازه، اون خالق کل اثره، اون کارگردان کل اثره، ولی یه کارگردانی کلی داریم که کارگردان کلیه اون کارگردان است که داره کل کارو کارگردانی میکنه، یه کارگردانی جزئی داریم، کارگردانی جزئی تویی که داری روی خودت رو صحنه، حالا رو صحنه تئاتر یا تو صحنه فیلم داری بازی میکنی، داری رو خودت پیادهش میکنی، داری کارگردانی جزئی میکنی. چی کار کردی؟ رفتی نقشه رو ساختی، کارگردانم تایید داده تیکه تیکه نقشه تو، با هم مد شدید، میدونی داری چی کار میکنی، اونم میدونه داری چی کار میکنه، حالا توی اونجا که داری رو خودت کارگردانی جزئی میکنی برای ساختن اون نقشه، برای ساختن اون بازیه، این تویی که داری این کارو میکنی، پس تو داری کارگردانی جزئی میکنی خودت هم، ولی قرار نیستش از خودت چیزی بیای اضافه بکنی کم بکنی. اگه قرار چیزی اضافه و کم بکنی، حتما باید با کارگردانه هماهنگ کنی، صحبت کنی، کار کنی، با اون با هم پیش بری. نکته پنجم که این نکته هم خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اینه که ببین تو بازیگری، بازیگر مهمترین نقش تو یک اثر، تو یک فیلم یا تو یک تئاتر، بازیگر اگر نباشه اون کار شکل نمیگیره هیچ وقت. حالا هر چقدر هم کارگردانه خوب باشه، هر چقدر هم
چه میدونم فیلم سازه خوب باشه، تئاتر و فیلم خوب باشه، هر چقدر هم همه اینا خوب باشه، اصلا ما بازیگر کارکتر نداشته باشیم، خب کار ساخته نمیشه دیگه. حالا درسته میتونه کارکتر عروسک هم باشه، میتونه کارکتر مستند باشه و مردم واقعی باشه، حالا مستندهای که حالا سبکای مختلف هستش میتونه اینا هم باشه، ولی توی بازیگر داری مهمترین نقش رو توی یک اثر ایفا میکنی. اگر توی کار تئاتری وقتی رو صحنه رفته اون اجرا، یادت باشه که کار کارگردان تقریبا تموم شده است. کیه که داره اون نمایش رو برای مخاطب به اجرا میگذاره؟ توی توی بازیگری هر چقدر کارتو بهتر و درستتر انجام بدی که بدیه که کار قوی‌تر میشه، کار بهتر در میاد. توی فیلم همینطور، تویی که جلوی دوربین داری بزرگترین کارو، یعنی عنصر اصلی تویی، درسته؟ پس اینو درکش کن. از یه طرف داری اون هنر جزئیه رو خلق میکنی تو اون کله، از یه طرف اون عنصر اصلیه کاری که تو نباشی اون کاره وجود نداره. پس این چند تا نکته که بهت گفتم رو در نظر داشته باش. اگر ویدیو رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، اگر اولین ویدیویی که از ما داری میبینی حتما عضو کانال شو، سابسکرایب کن، با ما همراه باش. توی این کانال اتفاقات خوبی میفته، ما کلی صحبت‌های جذاب داریم، کلی آموزش‌های جذاب داریم، ویدیوهای مختلف داریم. یه ویدیو هم هستش در خصوص بحث تیپ و شخصیت. این تیپ و شخصیت خیلی مهمه، اگر اونو ندیدیش توی کانالمون حتما برو اون ویدیوها رو هم ببین، خیلی کمکت میکنه، خیلی به درد میخوره، خصوصا برای توی که بازیگری میخوای خلق کنی، میخوای اون کارکتر رو بسازی، برو اون ویدیوها رو هم حتما ببین و امیدوارم که لذت ببری و امیدوارم که لذت برده باشی از این ویدیو. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید برام. یه سوال ازتون دارم، این سوال رو توی کامنت ها پاسخش رو بنویسید. چه بازیگری رو خیلی دوستش داری؟ چه بازیگری به نظرت بهترین بازیگر دنیاست؟ عاشق چه بازیگری هستی؟ اون بازیگرها رو برای من اسمش رو توی کامنت ها حتما بنویس، یادت نره. امیدوارم که توی این شرایط سخت، توی این فشاری که به هممون حاکمه، توی این حال و روزی که هممون داریم، حالت خوب باشه، سر حال باشی، شاد باشی،